سلام بر شمایی که بیت نبوت هستید، اهل بیت نبوتید، یعنی شما کسانی هستید. العالمين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته العطيمين الأنجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج منفور و سرور حضرت بقیت الله الاعظم صلواتی مرحمت الله. نسبت به غبار غلیظ صحبت شد و عرض کردیم که آیون فقها و مراجع بزرگوار تقلید نسبت به غبار غلیظ فرموده اند که اگر به حلق برسد باعث بطلان روزه است. حالا یا یه عده‌ای فتوای صریح داده اند، یه عده‌ای هم احتیاط واجب کرده اند. اما در غبار غیر غلیظ یا غبار رقیق اختلاف شده. عده‌ای فرمودن نه، غبار رقیق مانع از وضو از روزه نیست، باعث بطلان روزه نیست. اما عده‌ای فرمودن که نه، غبار رقیق هم انسان باید ازش پرهیز بکند و بنابر احتیاط واجب باعث بطلان روزه هست. یه همچه اختلافی هست. همین اختلاف در بخار هم آمده. بخار غلیظ را فرمودند که باید انسان ازش پرهیز کند در روزی که روزه هست. بنابراین اگر کسی مثلا میخواد که به سنا برود، سنای بخار، که خب در اونجا مسلم بخار غلیظ هست، بخار آب به صورت غلیظ و خب خواه ناخواه به حلقش میرسه و این باید پرهیز کند. عده‌ای بخار را خصوصا ذکر نکردند. یه اختلافی در اینجا هست مثل اختلاف گذشته. باید حتما به فتوای مرجع تقلیدتون مراجعه بفرمایید. حالا
در مسئله دود هم شب گذشته عرض کردم، اونجا هم فرمودن که بنابر احتیاط واجب باید که از دود و دود سیگار، دود قلیون هم اگر به حلق میرسد پرهیز بشه. و حالا فرمودن اگر کسی مواظبت نکنه در دهنشو نگیره، چه از غبار، چه از بخار و چه از دود، سه تا عنوان شد، باید مواظبت کنه، باید در دهانش رو بگیره. خب حالا اگر مراقبت نکرد اما یقین داشت که به حلقش نمیرسه، در دهن رو نگرفت، مطمئن بود، چون اطمینان هم حکم یقین ذکر شده براش، یقین داشت یا اطمینان داشت که به حلقش نمیرسه ولذا جلوی دهنش رو هم نگرفت، چون یقین داشت خب مسئله ای ندارد، روزش باطل نمیشه، ولو در معرض بخارم هست یا در معرض غبار، اما چون یقین دارد که به حلقش نمیرسه مانعی ندارد. حالا اگر هم یه وقت اتفاقی رسید، چون یقین داشته مسئله ای نداره، سهو به اصطلاح. اما اگر نه، احتمالش رو میداد، به تعبیر فقها گمانش رو داشت، گمان داشت که به حلق نمیرسد، ولی به اصطلاح احتمال رسیدن به حلق هم بود، گمان را تقریبا از 50% به بالا میگن. انسان وقتی که یه مسئله براش 50-50 باشه میگن شک داره، از 50 که بالاتر رفت تا قبل از مرحله اطمینان بهش میگن گمان. یعنی بفرمایید از 50% به بالاتر تا نزدیک 90% همه اینها رو گمان میگویند. لذا فقها در رساله ها فرمودن اگر گمان داشت، یعنی احتمال این که به گلوش نمیرسه، به حلقش نمیرسه براش بود، احتمالش هم بیشتر، ولی نه 30%، 40%، بلکه بیشتر احتمال هم میداد که به حلقش برسه، ولی مواظبت نکرد. اگر اینجوری شد و مواظبت نکرد و به حلقش رسید، اینجا آیا روزه باطل هست یا نه؟ بعضی که اکثر هم هستن فرمودن احتیاط مستحبان است که در این صورت روزش را یه روز قضا بکند، اگر اونها به حلقش برسد و خب مواظبت هم نکرده باشد. و اما مسئله آخرم این که اگر فراموش کرد، مثلا فراموش کرده که من روزه هستم، یا فراموش کرد که اصلا این غبار سبب برای بطلان روزش میشه، در صورت فراموشی اگر به حلقش رسید روزش باطل نمی شود، چون اصلا متوجه نبود، یادش رفت که من روزه هستم، یا این که متوجه نبود که الان این باعث بطلان روزش هست، اینو فرمودن نه روزه رو باطل نمی کند در این صورت. یه صلواتی هم عرض کردیم که اولین فراز از فرازهای پنجگانه که در ابتدای زیارت جامعه کبیره به عنوان سلامهای پنجگانه مطرح است، این جمله است که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، سلام بر شمایی که شما اهل خانه نبوتید. و بحث اهل البیت را در آیه تطهیر مفصلا دو شب به عرضتون رسوندم. مسئله دیگه ای که در این سلام باید دقت درش بکنیم این است که یه وقتی که تعبیر این چنین می بود، السلام علیکم یا اهل بیت نبی، خب ما باید اون بحثای آیه تطهیر را اینن همینجا
منتقل می کردیم. می گفت چون اون اهل البیتی که در آیه تطهیر هست، گفتیم او منظور اهل بیت نبی هست، اهل بیت رسول هست. یه شخصی به عنوان نبی و رسول مطرح هست، میگن اهل خانه این آقا. خب اون وقت بحث های لغوی پیش می اومد که خب زن و فرزند داخلن، پس بنابراین زنان پیغمبرم باید داخل باشند، و ما اون جواب ها رو دادیم که نخه، زنان پیغمبر داخل نیستن. پس اگر اهل بیت نبی بود همون اشکالات اینجا وارد بود. اما اینجا یه نکته لطیفتر دیگه ای هست، و اون این که دارد السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. بیت نبوت غیر بیت نبی است. بیت نبی یعنی بیت این وجود خارجی، این شخص. خب بیت این شخص اون بحث ها هست، خانوادش هم هست یا نه، یعنی خانومش، یا اینکه مثلا فرزندان همه داخلن یا نه. اما بیت نبوه یعنی بیتی که در اینجا به عنوان نزول مقام نبوت مطرح است، نه شخص خارجی نبی. این یه مسئله بسیار دقیقی است که اهلش اگر دقت کنن بهتر این نکته رو میگیرن. یه وقتی که من یه مثال میزنم مطلب واضح میشه. یا آقای مرجع تقلیدی است، خب یه فرزندی هم دارد، میگن این فرزند این آقای مرجع است، پسر آقای فلانی است. یا اگر مثلا فرض بفرمان که کسی منتسب به این خانه باشد، میگن این آقا مثلا منتسب است یا به نحوه کارگر یا به نحوه آبدارچی به بیت مرجع فلان، اسم آقا رو میارن. یه وقت این جور مطرحه، یه وقت همون فرزند مرجع را میگن ایشون مربوط هست به بیت مرجعیت. بیت مرجعیت غیر از بیت مرجع است. شخص خارجی و مورد لحاظ مورد نظر ما نیست. میگیم اینجا این آقا منتسب است به بیت مرجعیت، این آقازاده در بیت مرجعیت بزرگ شده. یعنی چه؟ یعنی در خانه ای بزرگ شده که لیاقت اون خانه مرجع پروری است، لیاقت اون خانه شؤونات مرجعیت را رعایت کردن است. کار به شخص خارجی مرجع نداریم که این آقا یا اون آقا. بیت مرجعیت یعنی بیتی که دارای شؤون خاص مرجعیت است، لیاقت پرورش مرجع در او هست. کار نداریم که کدام مرجع است. بیت نبوت هم این چنین است. لذا این جمله معنای بسیار دقیقی دارد. میگیم سلام بر شمایی که بیت نبوت هستید، اهل بیت نبوتید. یعنی شما کسانی هستید که در خاندان شما شؤونات نبوت است. کار به شخص نداریم که بگیم همسر این آقا هم داخل هست یا نه. اگر بیت نبی میگفتیم بله، همسرم داخل بود یا نبود بحث میکردیم. اما بیت نبوه، بیت نبوت آن است که در این خانه شؤونات نبوت است، بلکه این خانه خانه است که لیاقت‌های نبوت در آنجاست. لذا همون جوری که از فرزندی که مربوط به بیت مرجعیت است یه انتظارات ویژه از او برده می شود، از اشخاصی که مربوط به بیت و نبوه هستند انتظار نبوت پروری است. و این نکته دقیقی است.
یعنی انتظار است که از این بیت نبی‌های فراوان پرورده شود. یعنی شما کسانی هستید که گویا در شما لیاقت نبوت است. و این یه نکته است عجیب و غریب در بحث اعتقادات. یه روایت براتون میخونم از فضائل مولا امیرالمؤمنین. این روایت رو اگر دقت کنید معنای این جمله خوب واضح میشه، رد میشیم. شیعه و سنی این فضیلتی که میخوام بخونم را برای امیرالمؤمنین شمردن. این حدیث شک و شبهه درش نیست، بهش میگن حدیث منزلت. پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. علی جان تو برای من مثل هارون هستی برای موسی. هر خصوصیتی هارون نسبت به موسی داشت تو هم همان خصوصیات را نسبت به من داری. شما منازل هارونیه را باید تو قرآن مراجعه کنید، ببینید چه ویژگی هایی را جناب موسی برای هارون در قرآن ذکر کرده. همان ویژگی ها برای امیرالمؤمنین است نسبت به پیغمبر. فقط یه استثناء دارد، اون استثناءش خیلی دقیقه و اون اینه، استثنایی که هارون دارد که امیرالمؤمنین ندارد اینه، اگر هارون بعد از موسی زنده میموند هارون پیغمبر دیگری بود. هارون قبل از موسی از دنیا رفت. این نکته رو دقت بفرمایید، شاید کمتر کسی به این نکته اشاره می کند و شاید به این زودی ها به گوشتون نخورد این مطلب. و او اینه، هارون قبل از جناب موسی از دنیا رفت، لذاست اگر هارون زنده می موند تا بعد از جناب موسی لیاقت نبوت داشت، لذاست خدای متعال او را به مقام پیامبری میرسند، ولی چون زودتر از دنیا رفت به مقام نبوت نرسید. لیاقت نبوت داشت. نکته اصلی و حساسم اینه، لیاقت نبوت داشت ولی به منصب نبوت نرسید، یعنی وقتشو نکرد چون زنده نمون تا بعد از موسی. حرف این است، پیغمبر خدا میفرماد علی جان تو برای من مثل هارونی برای موسی، یعنی هر لیاقتی هارون داشت نسبت به موسی تو هم داری. اگر هارون زنده میموند بعد از موسی پیغمبر میشد. علی جان تو هم اگر زنده بمانی تا بعد از من لیاقت نبوت داری، الا انه لا نبی بعدی. فرق من با موسی اینه، موسی پیغمبر خاتم نبود، اما من پیغمبر خاتمم، لذا اگر هارون تا بعد از موسی زنده میموند چون موسی پیغمبر خاتم نبود هارون میشد پیغمبر بعدی. توی علی لیاقت نبوت درت هست، پیغمبر لیاقت نبوت را از امیرالمؤمنین استثناء نکرده، فقط میفرماد الا انه لا نبی بعدی. خدا نخواسته که بعد از من پیغمبری باشد، که اگر پیغمبری بعد از من می بود، یعنی اگر من خاتم الانبیا نبودم تو بعد از من پیغمبر می شدی. پس لیاقت نبوت رو نمی فرماد ندارید. یکی از اشتباهاتی که من دیدم تو این کتاب ها، خب ترجمه میشد دیگه، ترجمه ها دقیق نیست، چه کنیم، افرادم خب زبان عربی درست نمیدونن، به عموما به همین ترجمه ها رجوع میکنن.
به این جمله که میرسن وقتی میخوان ترجمه فارسی کنن، مگر اینکه تو نبی نیستی. یعنی چه؟ یعنی تو لیاقت نبوت نداری. لذا میگن علی ابن ابی طالب همه خصوصیات رو داشت جز یه لیاقت از پیغمبر کمتر داشت و اون نبوت. نه، این جمله دقیق ترجمه نمیشه. جمله اینه پیغمبر خدا نفی مقام نبوت، یعنی لیاقت برای نبوت را از امیرالمؤمنین نکرده. نفرموده تو لایقش نیستی. نه، تو عیناً همون خصوصیاتی که هارون داشت داری، الا اینکه من چون خاتم الانبیا هستم خدا نخواسته که بعد از من پیغمبری باشد. پس پیغمبری تو ظهور پیدا نمی‌کنه. تو به عنوان پیغمبر میان مردم مطرح نمیشی، نه اینکه لیاقتش را نداری. و این یه مطلبی است بسیار دقیق. خدای متعال همون لیاقت، همون شرایط، همون ویژگی هایی که برای نبوت است در امیرالمؤمنین و ائمه اطهار جمع کرده، الا اراده اش تعلق نگرفته که اونها به عنوان نبی میان مردم باشند، اراده کرده که اونها امام میان مردم باشند. پس خیال نکنید امیرالمومنین لیاقتاش از پیغمبر کمتر است. ولذاست این معنای نفس پیغمبر بودن است. فقط امیرالمومنین نبوتش بروز نکرد. لیاقت هست. تنها و تنها کسی که بعد از پیغمبر این لیاقت در او بوده فقط امیرالمومنین است. توجه به حرف فلان شاعر و فلان کسک نکنید که به در مقام مدح و ثنای این و اون هرچه از دهنشون در میاد میگوین. وقت اینا رو میشه گفت که پیرو پیغمبرن، پیغمبر خدا. میفرماد فقط اشکال این است که خدا اراده نکرده که بعد از من نبوت تو ظاهر شود، الا انه لا نبی بعدی، بعد از من پیغمبر نیست. و الا مفهومش چیه؟ یعنی اگر این اراده در خدا نبود، من به عنوان خاتم الانبیا نبودم، تو بعد از من مثل هارون که برای بعد از موسی پیغمبر می بود اگر زنده می بود، تو هم پیغمبر بودی. لذاست ما به اینا خطاب چی میکنیم؟ نمیگیم شما اهل بیت نبی هستید تا بگیم فقط فرزند پیغمبرند. نه، اهل بیت نبوتید. شما در خانه نبوتید. شما لیاقت بیت نبوت دارید. شما کسانی هستید که اگر اون مانع نبود، یک به یک بعد از دیگری نبوت در شما تجلی می کرد. و این نکته ایش خیلی دقیق. لذا ما باید حواسمون جمع باشه چی داریم میگیم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، شما اهل بیت نبوتید. لیاقت شما، شؤونات شما، شؤونات نبوت است. نه اینکه شما پسر نبی هستید. پسر نبی بودن یه حساب دیگه است. اهل بیت نبی نگفته، اهل بیت نبوت. بعد این جمله تمام میشد و موضع الرساله، نبوت، رسالت. خوب دقت کنید، ما دو مقام داریم، یکی مقام نبوت است، یکی مقام رسالت است. اون که مقام نبوت در او باشد به عنوان نبی شناخته می شود، اون که مقام رسالت در او باشد به عنوان رسول شناخته می شود. فرق نبی و رسول چیه؟ یه عده‌ای رسولند، یه عده‌ای نبی‌اند. ما 124 هزار نبی داشتیم، یعنی 124 هزار تعبیر فارسی خودمون پیامبر. اما بعضی از این پیامبرها رسول هم بودن، بعضیشون رسول نبودن، فقط
نبی بودن. یه روایت میخونم براتون ببینید فرق بین نبی و رسول چیه. همین اومد از امام سوال کرد، گفت آقا فرق بین رسول و نبی چی است؟ یه آیه دارد آیه قرآن، آیه قرآن میگه و کان رسول نبی، یا این پیامبر هم رسول است هم نبی است. راوی گفت آقا چه فرقی است بین رسول و نبی؟ ما همه را نبی حساب میکنیم یا خیال میکنیم همه رسول هست. نه، بعضی از پیامبران فقط مقامشون مقام نبوت است، بعضی از پیامبران علاوه بر نبوت رسالت دارند. لذا همه 124 هزار پیغمبر نبی هستند، اما همه اونها رسول نیستند. فرقش اینه. پرسید آقا چه فرقی است؟ فرمود النبی الذی یری فی منامه و یسمع الصوت ولا یعاین الملک. نبی اون کسی است که خدا وقتی میخواد به او وحی بکند یا وحی را در خواب به او میرساند خواب میبینه. لذا خواب بعضی وحی است، و یا اینکه اگر به توسط ملکی باشد فقط صدای ملک را میشنود، شخص ملک وحی را نمیبیند. اینا میگن نبی. نبی اون که وحی یا به صورت خواب یا اگر به صورت ملک فقط صدا را میشنود، خود ملک را نمیبیند. اما رسول کیست؟ و رسول الذی یسمع الصوت و یری فی المنام و یعاین الملک. هر سه روش به او وحی میشود، هم در خواب میبیند، هم صدای ملک را میشنود، هم خود ملک را میبیند. فرق رسول با نبی در دیدن و ندیدن ملک ظاهر میشود. لذا بعضی از پیغمبرها بودن، پیغمبر بودن اما برای خانواده خودشون فقط، الهام تو خواب بهشون میشد به خانواده اینجور تعلیم بده. یه عده‌ای بودن اینها پیغمبر بودن برای قبیله خودشون، برای شهر خودشون، فقط در خواب میدیدن یا نهایت صدا میشنیدن. اما رسول از میان این نبیها کسانی هستن که ملک را هم میبینند. تعداد رسول شمرده نشده، ولی نبی قریب به 124 هزار نبی است. هر کس رسول است نبی هم هست، ولی هر کس نبی هست معلوم نیست رسول باشد. حالا این دوتا که واضح شد، ما خطاب میکنیم میگیم شما کسانی هستید که هم بیت دون بیت نبوت است، یعنی نبی پرورید، شؤونات دون این شؤون است، و هم موضع رسالت هستید، اصلا جایگاه رسالت در شماست. یعنی چه؟ یعنی چند جور معنا کردن. یک معناش این است که شما خاندانی هستید که در میانتون رسول هست، یعنی پیغمبر از خاندان شماست. این معنای ضعیف‌تر. معنای دیگر این است شما موضع رسالتید، یعنی اون چه کمالات در رسالت رسولان هست در شما خانواده هم هست، فقط بروز رسالت ندارید. چون خدا نخواسته که بعد از پیغمبر ما کسی به عنوان رسول مطرح بشود، کسی به عنوان نبی مطرح بشود. موضع رسالتید، یعنی شما عیناً همون کمالات را دارید، فرق نمی کنه. در مقابل امام رضا ایستاده اید، میگید شما موضع رسالتید، رسالت در خانواده شما و در شخص شما، الا بروز ندارد، یعنی کمالاتش هست. این یک معنا. یه معنای لطیفتر دیگه ای هم براش شده است، او هم خیلی معنای جالبی است، و اون اینه که رسالت الف و لامش به اصطلاح ما الف و لام جنس است. یعنی اگر در این عالم از اول آدم ابوالبشر تا پیغمبر اسلام که خاتم الانبیاء و المرسلین است،
اگر رسالتی هست به واسطه شما رسالت به اونها داده اند. این حرف مهمی است در روایات آمده. هر کسی منسوب به رسالت شد از راه ولایت شما به رسالت رسید، یعنی رسالت از این موضع باید نشأت بگیرد. یعنی شما خاندانی هستید که رسولان دیگر باید اقرار به شما بکنن تا خدا پرونده رسالت اونها را امضا کند. یه روایت براتون بخونم، مال حضرت زهرا میخونم، مال ائمم نه. فرمود چی؟ فرمود ما تکاملت نبوت لنبی. هیچ نبوتی برای هیچ پیامبری به تکامل نرسید، به مرحله بروز و امضا نرسید. ما تکاملت نبوت لنبی حتی اقر به فضلها و محبتها. هیچ پیغمبری پیغمبریش امضا نشد مگر اینکه در خانه خدا اقرار کند که فاطمه زهرا از من برتر و بالاتر و من محبت و معرفت فاطمه زهرا دارم. تا معرفت فاطمه زهرا رو اقرار نمی کردن، نبوت و رسالت اونها به انجام نمی رسید. وقت میشه چی؟ میشه معنای این که شما موضع رسالتید، یعنی رسالت از اینجا نشأت میگیرد. تا به ولایت شما اقرار نشود، حالا اون که مال حضرت زهراش، امیرالمؤمنینش همینطور، ائمه اطهار همین. لذا روایت رو دقت کن، فرمود الکلیم. کلیم چیه؟ موسای کلیم الله. الکلیم البس حلت الاستفا لما احدنا منه الوفا. خیلی جمله جالبی است. امام عسکری فرمود میدونید چرا رسالت موسی را خدا بهش داد، پرونده رسالت را داد دستش؟ چرا؟ البس حلت الاستفا، موسی کلیم الله را لباس انتخاب رسالت به تنش کردن، لباس رسالت را بر تن موسی کردن. کی موسی به رسالت خودش رسید؟ اون وقتی که وفای به ولایت ما را تعهد داد. الکلیم خیلی روایت زیباست. الکلیم البس حلت الاستفا لما احدنا منه الوفا. چون وفای به ولایت ما داشت، امضای رسالت موسی کردند. این که موساشه، دیگر پیامبرانم همینطور. عجیب اینه، همین یه جمله دیگه دنبال این روایت داره، اونم بخونم. و روح القدس فی جنان ساغوره زاغ من حدائقن الباکوره. خیلی روایت زیباییست. فرمود میدونید که جبرئیل روح القدس به مقام فرشته وحی برای چی رسید؟ چون روح القدس تو اون بهشت میوه نرسیده و کال ولایت ما اهل بیت را چشید، چون از میوه های نارس باغ ولایت ما چشیده، خدا او را به مقام روح القدسی رسانده. یعنی هر که در این عالم فرشته اش باشد، رسولش باشد، نبیش باشد، هر که باشد، اگر به مقامی برسد به واسطه ولایت اهل بیت عصمت و طهارت است.
لذا میگیم خود سلام بر شمایی که هم بیتتون بیت نبوت است، هم جایگاه شما جایگاه رسالت است. رسالت رسولان از شما نشأت میگیرد، نبوت نبیان از شما نشأت میگیرد. شما لیاقت این مقام ها رو دارید. لذا نگید یه اشکالی میکنه آقا ائمه ما فقط امامند، اونها پیغمبران گذشته رسول بودند، امامت از رسالت پایین تر. کی گفته از امامت از رسالت پایین تر است؟ اصلا آیات قرآن میگوید مقام امامت یه مقامی است از مقام رسالت بالاتر و بلندتر. یه اشاره بکنم و مطلب رو جمع بکنم. حضرت ابراهیم کیه؟ پیامبر اولوالعزم است. در تمام 124 هزار پیامبر، اولین رتبه یعنی نفر اول از این 124 هزار پیامبر خاتم الانبیا است. لذا پیامبر ما اشرف الکائنات است، اشرف الانبیاء و المرسلین است. این رتبه اول. رتبه دوم در میان انبیاء مال کیه؟ مال حضرت ابراهیم خلیل الرحمن. در میان پیغمبران رتبه بعدی را داره. درست شد؟ همین ابراهیم پیامبر اولوالعزم است، رتبه دوم در میان انبیا را دارد. وقتی خدا او را به مقام رسالت رسوند، خب دارای مقام رسالت شد دیگه. مقام رسالت هم خیلی بلنده. خدای متعال یه امتحان جدید براش درست کرد. چرا؟ میخواد از مقام رسالت او را ترفیع رتبه بدهد. همیشه وقتی کسی دارای مقامی باشد، دیپلم گرفته، فلان دانش آموز دیپلم گرفته، وارد دانشگاه میشد، اگه بخوان لیسانس که مقام بالاتریست بهش بدن، یه امتحانهای سختری میکنن. آقا لیسانسشو گرفته، میگن اگه میخوای فوق لیسانس بگیری یه امتحانهای سختر از قبل باید بدی. هرچه امتحان سختر میشود، درجاتی که میخوان اعطا کنند بالاتر. ابراهیم پیامبر اولوالعزم است، خلیل الرحمن است، منادی توحید است. با همه این اوصاف قرآن می‌فرماد و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. خدای متعال همین ابراهیم را در حالی که دارای مقام رسالت بود مبتلا به یه امتحان سختری کرد. چه امتحانی؟ به کلمات. یه کلماتی بوده امتحانش، ما نمیدونیم چیه، یه چیزایی در روایات آمده، با اون جهتش کار ندارم. فأتمهن. جناب ابراهیم اون امتحان سخت را هم به سلامت رد شد، امتحان را نمرات خوب گرفت. قال انی جاعلک للناس اماما. مقام رسالت داشت، اولوالعزم بود، پیامبر اولوالعزم، دومین از میان انبیاء و مرسلین، خیلی مقامش بالا بود. اما بعدن تازه میخوایم شما رو به مقام بالاتر برسانیم که او مقام امامت است. قال انی جاعلک للناس اماما. من خدا تو را از امروز که امتحان ها تو خوب دادی منسوب به مقام امامت می کنم. لذاست فرمودن مقام امامت مقامی است از مقام رسالت بالاتر. پس نگو فلان کسی رسول بوده است مقامش بالاتره. اینا را اهل سنت خیلی مطرح می کنند. قرآن می فرماید که مقام امامت بالاتر. نکته دوم، مقام امامت یه مقامی نیست که مردم دور هم جمع بشن رأی گیری بکنن کی امام ما باشد. اینی جائل و کل ناس اماما. من خدا باید هر کسو دلم میخواد امام کنم.
دست منه. لذا اختلاف اساسی بین شیعه و سنی همین نکته است. اونا میگن ما امام داریم، ما هم میگیم ما امام داریم، اما فرق ما با اونا اینه، اونا میگن پیغمبر از دنیا رفت برای بعد از خودش هیچ کس معین نکرد. گفت مردم شما خودتون میدونید، به دنیای خودتون بهتر از من واردید. یه روایت هم نقل میکنن میگن پیغمبر گفته شما به دنیای خودتون بهتر از من واقفید، بعد از من خودتون جمع بشید یکی رو انتخاب کنید. ما هم جمع شدیم، مثلا ابوبکر رو انتخاب. حرفشون اینه، میگن امام ما امام من الناس است، نه امام من الله. ما شیعه میگیم چی؟ میگیم اصلا مقام امامت مقامی است که باید از جانب پروردگار به کسی برسد. اینی جائل و کل ناس اماما، مردم چه کاره اند؟ من خدا، من تو رو به مقام امامت منصوب میکنم. هر جا تو قرآن صحبت از مقام امامت هست خدا به خودش نسبت میده. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، جعلناهم، ما خودمون قرار میدیم فلان کس را به مقام امامت. پس ابراهیم را بعد از رسالتش به مقام امامت رسوندن، مقامی بالاتر. پس هم مقام امامت بالاتر از مقام رسالت، هم این که این مقام امامت باید به توسط خدا. لذا ما معتقدیم که پیامبر در زمان حیاتش به وحی الهی به اذن پروردگار از جانب پروردگار علی ابن ابی طالب را به عنوان امام انتخاب کرد. تازه بالاتر، امیرالمؤمنین به انتخاب شخص پیغمبرم نبوده. لذا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چه پروردگارت به تو گفته به مردم برسان، نه اینکه از پیش خودت هر کسی یا دلت میخواد، نه، اون چه ما بهت گفتیم. چی بهت گفتیم؟ گفتیم برای بعد از خودت علی ابن ابی طالب را مقرر کن. لذا پیغمبر از دل خودش هم کار نمیتونه بکنه، کار دست خداست. اینی جائل و کل الناس امام، گفتیم خود پیغمبر ولو مقامش بالا باشد از پیش خودش هم نمیتونه امام را انتخاب کند، خدا باید انتخاب کنه. حالا مقام امامت را دادن به ابراهیم، ابراهیم دو منصب پیدا کرد، منصب رسالت را که داشت، خلیل الرحمنم بود، حالا منصب امامت را دادن، خوشش آمد دیگه. حالا دکترا، فرض کنید مقام دکترا رو دادن به یه نفری، فرض کنید خیلی خوشش میاد، میخواد این مقام رو به بچه هاش هم بده دیگه. بله، آیا ابراهیم میتوند از پیش خودش این مقام را به بچه خودش واگذار کنه؟ حق ندارد. لذا خود ابراهیم به حرف اومد، قال و من ذریتی، خدایا به بچه های منم میدی؟ یعنی چه؟ این دست من نیست، من ابراهیم کاری نیستم که از پیش خودم این منصب را به دیگری بدهم، دست من نیست. خدایا تو همین منصب را به فرزندان من هم میدهی؟ خدا فرماد من میدهم، اما به بعضی از فرزندان تو، اونایی که ظالم نباشن. پس کار دست خداست. پس تک تک افرادی که به مقام امامت میرسن اینها به نسب الهی است. ابوبکر اون که به اجتماع مردم به قوله خودشون ما جمع شدیم او را آوردیم سر کار، چه حقی داشت که برای بعد از خودش وصیت کند که مثلا عمر ابن الخطاب بشه؟ ابراهیم خلیل الرحمن نمیتوانست این کار را بکند.
قرآن میفرماد خود من باید تک تک را انتخاب کنم، حتی فرزند توی ابراهیم اگر باشد باید به جعل من باشد. لذا ابراهیم درخواستش را از خدا میکند، خدای به بچه های منم میدی؟ خدا میفرماد عهد و پیمان من، مقام امامت را تعبیر به عهد و پیمان الهی میکند، عهد و پیمان خودم را به ظالم نمیدم، یعنی از فرزندان تو هر کس ظالم باشد من او را به مقام امامت نمیرسانم. پس شخص کاری نیست، جرأت ندارد. حتی اگر به خود پیغمبر واگذار میکردن، پیغمبر از پیش خودش حق نداشت کسی را انتخاب کند. بلغ ما انزل الیک من ربک، هرچه ما گفتیم بگو. لذا پیغمبرم وایساد روز 18 ذی‌الحجه سخنرانی کرد، به امر الهی امیرالمؤمنین را که منصوب کرد، بلافاصله آیه نازل شد الیوم اکمل تو، من خدا امروز دین را کامل کردم، نه پیغمبر. پیغمبر بلنگوی ماست، پیغمبر سخنگوی از جانب ماست، هرچه هست مال من پروردگار است. الیوم اکملت لکم دینکم، با ولایت امیرالمؤمنین من خدا دین را برای شما کامل کرد. پس کار دست خداست، امامت باید به جعل پروردگار باشد و امامت از مقام رسالت برتر و بالاتر است. لذاست ما ادله فراوان داریم که ائمه ما از انبیاء گذشته، فقط یک استثناء اونم پیغمبر اسلام است، از همه انبیاء گذشته برتر و بالاتر هستند. اینم نکته ای که تا اینجا مطرح بود در زیارت ناحیه مقدسه، اونجا که فرمود یا جداخ فراموش نمی کنم اون ساعتی که و اسرع فرسک الی خیامک شاهدن شاردن قاصدن مهمهمن با کیا. فراموش نمی کنم اون وقتی که اسب بی صاحب شیه می کشید و ناله می کرد و گریه می کرد با کیا، اسب برای ابی عبدالله روز عاشورا گریه می کرد، اومد طرف خیمه ها، بچه ها تو خیمه ها منتظرن تا صدای شیهه ذوالجناح شنیدن، همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن، همه ریختن دور اسب، هر کدام با این اسب حرفی میزنه، نوشتن سکینه اومد دستای اسب و چنگ زده، دستاشو انداخته دور دستای اسب، یا جواد ابی هل سقی ابی ام قتل عطشانا، ای اسب بابا بگو بدانم اون وقتی که پدرم به میدان میرفت لبش تشنه بود آیا پدرم را سیراب کردن؟ ارباب مقاتل نوشتن چند نوبت این اسب با وفا سر را به طرف آسمان، یعنی بچه ها پدرتون را با لب تشنه. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.